علاج حادثه پیش از وقوع. قصه امروزه ما هم در همین باره است. در زمانهای پیش مردم قبیله قبیله زندگی میکردند. عادتا قبیله هایی که قوی بودند به ضعیف ها ظلم و ستم میکردند، دارایی هاشان را میگرفتند. یک روز یک نفر سگ یک قبیله را میکشه. خب مردم جمع میشوند پیش رئیس قبیله میروند، میگن چیکار کنیم؟ میگه همون نفری که سگ کش او را به قتل برسانی. بعد مجلس تمام میشوه، همه بر میگردن میگن خب نخواه برای یک سگ یک آدم به قتل برسانی. از بعد چند روز نمیگذره که 4-5 شتر شانه میدزدن، باز نزد همون رئیس قبیله میروند. رئیس قبیله میگه همون نفری که سگ کشت همون را بکشین. مردم حیران میشوند، ما میگیم شتر دزیدن، این میگه برای همون سگ، همون نفری که سگ کشت همون را بکشینش. میگن خب مسافر سین سالش به جای رسیده است، شاید عصباش اونقدر خوب نباشن. از بین چند روز دیگه نمیگذره که دخترشان میدزدن. اون وقت دختر یک قبیله دختر همه حساب میشید، یعنی ناموسی همه حساب میشید. پیش رئیس قبیله میان میگن چیکار کنیم، دختر مونه دزیدن. رئیس قبیله میگه همون نفری که سگ کشت برای همون را به قتل برسانه. یک کس از جاش بلند میشه میگه من همین کار انجام میتونم. چیکاری که نکنیم تو؟ میگه برای همون نفری که سگ کشت همون را به قتل برسانه. میرم همون نفری که سگ کشته بود همون را به قتل میرسانه. اون نفری که شتر را دزیده بودن میگن برای یک سگ آدم کشتن، برای 4-5 شتر شاید که بیان چیکاری نکنن. اون نفرایی که دخترشون را دزیده بودن دخترشون را بر میگردونن، میگن برای یک سگ آدم که کشتن، برای دخترشون شاید بیان تمام قبیله ما را بکشن. هدف از این قصه چی است؟ ما در هر دور زمانی نباشیم، باید بعضن وقت برای بعضی انسان ها حدوداشون را نشان بدیم. اگر ما یک قدم به سوی عقب زدیم، طرف دیگر بدانیم که یک قدم جلوتر می رود. ظلم و ستم در همون قدم اول باید سری راهش را گرفت. طبیعت انسانی همی است. بعضن وقت بعضی ها بیماری کوری منصب شده گیان. بعضن وقت انسان ها را کبر و غرور کورشان می گردانه و سرحدای دیگر را عبور میکنند و میگذرند. ما باید بعضن وقت این کورا را سرحداشان را نشان بدیم. بگیم که برادر عزیز تو کور شیدگی، تو کوری منصب شیدگی، تو کوری جا و مقام شیدگی، تو کوری کینه و عداوت و کبر و غرور شیدگی. برادر عزیز بر بگرد به منطقه خودت، به سرحد خودت. اگر ما این کار را انجام دادیم، هر کس در سرحد خودش میمانه و حقوق هیچ که پایمال نمیشود. انوشیروان عادل یک روز شکار میرود. بعد که سایچه میارن میخواهد تعام بکنن، نمک نیست. یک نفر میگه بری از همین خانه های قریب نمک بگیره بیاره. میروند نمک میگیرن میارن. انوشیروان عادل میگه آیا اجر همی را دادیش؟ یکان سومش دادی؟ میگه نه ندادم. میگه نسبتی او ظلم کردی. این نفر میگه چی ظلم کردم؟ این قرق نمک آوردم. میگه زمانی بود که ظلم و ستم وجود نداشت، محض به انمی چیزای میده ظلم و ستم شروع شد و امروز جهان از ظلم و ستم فرا گرفته است. با امیدی دانستن سرحدها، احترام حقوق یک دیگر، خدا یاری آورتان.